very much. Very. Very. متشکرم. به نام خدا. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما هموطنان عزیز، حضار گرامی و شرکت کنندگان برنامه. من محمد رضا گلزار هستم، با افتخار از امشب با یک مسابقه هیجانی و بی‌نظیر در خدمت شما. به برنده باش خوش آمدید. مدتی توی جامعه ما روی قرعه کشی، شانس و پیشبینی تکیه خاصی شده. خب این مسابقه کلید اصلی موفقیتتون فقط مطالعه است و مطالعه. مبلغ برنده نفر اولمون از 100 میلیون تومان امشب به 200 میلیون تومان ارتقا پیدا کرده. یعنی اگر شما عزیزان بتونید روبروی من روی این صندلی بشینید و به 15 تا از سوالای من پاسخ بدین، مبلغ 200 میلیون تومان رو برنده خواهید شد. میریم یک راست سراغ شرکت کنندگان برنامه. به افتخارشون دست بزنید. نفر چهارم برنامه ما سرکار خانم جیلا رسولی از تهران. به افتخارشون یک دست مرتب بزنید. نفر سوم آقای اسدالله حسینی فر از شهر خمینی. نفر دوم جناب آقای دکتر غلامرضا داوودی. به افتخارشون دست بزنید. و نفر اول سرکار خانم آرزو هاشمی. خیلی خوش اومدید. استرس که ندارید. خوشحالم لطف کنید خودتون رو معرفی کنید. به نام خدا آرزو هاشمی‌پور هستم از بندر عباس. بسیار خوب. حاضرین برای شروع مسابقه؟ بله. ما آماده این مسابقه فرمان بفرمید. سوال اول. تعداد حلقه‌های المپیک 1, 5 عدد, 3, 7 عدد و گزینه 4, 8 عدد. تعداد حلقه‌های المپیک چند عدد است؟ گزینه 1. گزینه 1 رو انتخاب می‌کنید؟ بله. انتخاب آخرتونه؟ بله. بسیار. گزینه 1 انتخاب آخرش. شما برنده مبلغ 1 میلیون تومان هستید. من راجع به گزینه‌های مسابقه براتون یک توضیحی بدم. شما 3 تا گزینه کمکی از من دارید. گزینه اول گزینه 50-50 است. یعنی میتونید از من بخواید که 2 تا گزینه غلط سوال رو براتون حذف کنم. گزینه دوم کمک از تماشاچیان حاضر در سالن. از حضار کمک میگیریم. یک صفحه کلیدی در اختیار عزیزان قرار گرفته که میتونیم ازشون کمک بگیریم، بهشون میتونید اعتماد کنید. و گزینه سوم، گزینه که مورد علاقه من است، گزینه تماس تلفنی. یعنی شما یک عزیزی رو از قبل باهاش هماهنگ کردیم، برای پاسخ دادن به سوالتون میتونیم از این عزیز با تماس تلفنی کمک بگیریم. این شرایط رو هم دارید. بل. آماده این برای سوال بعد بفرمایید. تعداد اعضای شورای نگهبان گزینه 1, 6 نفر، گزینه 2, 8 نفر، گزینه 3, 13 نفر، گزینه 4, 12 نفر. دقت کنید، خواهش میکنم. از گزینه‌های کمکیتون هم میتونید کمک بگیرید سرکار خانم. گزینه 4 رو میگم. 12 نفر. بله. انتخاب آخرتونه؟ بله. بفرمایید. دو میلیون تومان تا به این لحظه شما بردین. بهتون تبریک میگم. ممنونم. خب
ما دو تا نقطه امن داریم، یعنی میتونید که همین الان با ما خدافظی کنید، این مبلغ 2 میلیون تومان رو دریافت کنید. بله. میتونید هم به سوالای ما ادامه بدین. نظرتون چیه؟ ادامه میدم. چه اعتماد به نفسی؟ ادامه میدین؟ باشه، خیلی خوشحالم. ادامه میدم. لطف کنید که سوال بعد رو. ارتفاعات سهند در کدام استان قرار دارد؟ گزینه 1 آذربایجان شرقی، گزینه 2 آذربایجان غربی، گزینه 3 کردستان، گزینه 4 زنجان. من ازتون میخوام که عجله نکنید. باشه، چشم. اشتباه جواب بدیم اون 2 میلیون رو هم دریافت نمی کنیم. بله، باشه، چشم. گزینه 1 رو انتخاب میکنم. شما به کوهنوردی علاقه مندین، درسته؟ تقریبا. میدونم که کوهنوردی رو دوست دارین. خب گزینه 1 انتخاب آخرتونه. بله، درست. بفرم. بهتون تبریک میگم، تا الان 3 میلیون تومان شما بردین. همسر عزیزتون هم اینجاست، حمید عزیز رو من خواهش میکنم تصویرشون رو بگیریم. استرس که نداری حمید. خب تا به این لحظه 3 میلیون بردین، میخواییم مسابقه رو ادامه بدین؟ بله، ادامه میدم. بفرمایید سوال بعد. خرمشهر در کدام عملیات آزاد شد؟ گزینه 1 بیت المقدس، گزینه 2 سامن الائمه، گزینه 3 فتح المبین، گزینه 4 خیبر. گزینه 1 رو انتخاب میکنم. علک. آخه اینا داشتیم توی کتابامون، اینا رو همین داشتیم. چه آماده، گزینه 1 رو انتخاب میکنم. انتخاب آخرتونه. بله. بفرمایید گزینه 1. پنج میلیون تومن تا به این لحظه بردیم. خب سرکار خانم، شما اگر سوال بعدی رو جواب بدید به نقطه امن اول ما میرسید. بله. یعنی مبلغ 10 میلیون تومن این سوال اگه پاسخ بدید. بله. بفرمایید سوال بعد. کدام ورزشکار ایرانی موفق به کسب مدال طلای المپیک 96 آتلانتا شد؟ گزینه 1 رسول خادم، گزینه 2 امیر رضا خادم، گزینه 3 حسین رضا زاده، گزینه 4 عباس جدید. الان میدونید کی مدال طلای المپیک 96 رو گرفت؟ آقای کارگردان، وقتتون داره تمام میشه. گزینه 1 آقای خادم، 2 امیر رضا خادم، رسول و امیر رضا، حسین رضا زاده، عباس شدیدی. گزینه 1 رو میتونم انتخاب کنم؟ تونستن که میتونید. آیا انتخاب آخرتونه؟ بله، دیگه هرچی خدا بخواد. شما برنده جایزه 10 میلیون تومانی ما. خیلی بهتون تبریک میگم. ممنون. خب اگه این پولو ببریم میخواین چی کار کنیم؟ یه هزینه ای از هزینه های عروسیمونو انشالله بتونیم جا کنیم. چه جذاب، هزینه عروسی. خوش به حالت حمید خان. ما آماده ایم که ادامه بدیم، شما هم حاضر هستیم. بله. خب سوال بعدی رو میبینیم. سوال 15 میلیون تومانی. شما به نقطه امن اول ما رسیدیم. بله. دست خالی این برنامه بیرون نخواهید رفت، یعنی مینیمم پولی که دریافت میکنید 10 میلیون تومانه. سوال بعد. انشاءالله. کدام کارگردان رکورددار دریافت سیمرغ بهترین فیلم و کارگردانی در جشنواره فیلم فجر است؟ گزینه 1 ابراهیم حاتمی کیا، گزینه 2 مجید مجیدی، گزینه 3 اصغر فرهادی، گزینه 4 داریوش مهرجویی.
بین گزینه یک و سه یکم شک دارم. یعنی بین آقای حاتمی کیا و آقای فرهادی؟ بله. شک داریم. خب چی پیشنهاد میکنید؟ میخواین یه تماس تلفنی بگیرین؟ میخواین که از حضار کمک بگیرین؟ میتونید اعتماد کنید به این تماس؟ گزینه یک رو انتخاب میکنم. گزینه آقای حاتمی کیا بیشتر؟ بسیار عالی. انتخاب آخرتون؟ بله. بفرمایید دو تا فرما. تبریک میگم بهتون. شما 15 میلیون تومان تا به این لحظه بردین. شما نفر اول مسابقه این هفته ای اپلیکیشن برنده باش هستین. طبیعیه که انقدر حضور ذهن داشته باشین. خیلی هم خوشحالم که با این آمادگی روبروی من قرار گرفتین. سوال بعد رو با هم میریم. تابلوی لبخند شکوند از سر کیست؟ گزینه یک ونگوک، گزینه دو داوینچی، گزینه سه پیکاسو، گزینه چهار رامبراند. فقط یه سوال، اگه من اینا اشتباه جواب بدم 15 میلیون هم میگیرم؟ 10 میلیون دریافت میکنید. همین الان میتونید خدافظی کنید. مبلغ 15 میلیون تومن رو من تقدیمتون کنم. میتونم کمک بگیرم از تماشاچی‌ها؟ بله که میتونید کمک بگیریم. خب حضار تو سالن، میتونید یک صفحه کلید در خدمت شما هست که اونجوری نیست، باید لطفاً سکوت رو رعایت کنید. دوستان قرار نیست اعلامش کنیم، قرار اون صفحه کلیدی که در اختیارتون هست رو، گزینه مورد نظرتون رو فشار بدین. گزینه یک تا چهاره بفرمایید، وقتتون شروع شد. فکر کنم که وقتشون تموم شد. لطفاً اعلام کنید من ببینم نتایج رو. 7% گزینه یک، 70% گزینه دو، 17% گزینه سه، 4% گزینه چهار. آیا اعتماد میکنید؟ هم گزینه دو رو انتخاب میکنید؟ انتخاب میکنید؟ بله. شما 20 میلیون تومان بردیم. خب این تا اینجا فکر کنم از اینای عروسی در اومد دیگه. بقیه‌اش رو چیکار می‌خوام بکنم؟ سوال بعد رو هم می‌بینیم. کدام درخت نماد صلح است؟ گزینه یک سرو، گزینه دو زیتون، گزینه سه سیب، گزینه چهار نارنج. میتونم انتخاب کنم؟ از گزینه‌های کمکیتون بخواهم. نه نه، گزینه دو میدونم اینو. گزینه دو؟ بله. درخت زیتون نماد صلحه؟ بله. بله، انتخاب آخرتونه؟ بله. بله، میریم ببینیم. تا به این لحظه 25 میلیون تومان شما بردین. چقدر جذابه که شما بتونید تو اولین مسابقه ما جایزه 200 میلیون تومانی ما رو ببرید. انشالله. اینجا سه تا نیروی کمکی دارین، گزینه کمکی دارین، یک گزینه کمکی دیگه هم منم که کمکتون خواهم کرد که این جایزه رو ببرید. ممنون. دست راستم آوردم بالا، یعنی الف رو. ممنون. بفرمایید سوال بعد. سخت شد دیگه همینجا. گیوتین اختراع کدام کشور است؟ یک هندوستان، دو فرانسه، سه کره شمالی، چهار ترکیه. خیلی هم سخت. میتونم تماس تلفنیمو؟ بله که میتونید تماس تلفنی بگیرید. از گزینه تماس تلفنی کمک میگیریم. با کی قرار تماس بگیریم؟ با خانم نشاط نوریزاده. خانم نشاط نوریزاده. خانم نشاط نوریزاده، لطفاً تماس رو برقرار کنیم. نسبتشون با شما چیه؟ دوستم هستن. سرعت اینترنتشون خوبه؟ نه، اون احتمالاً اطلاعات عمومیش خوبه. خیلی اعتماد میکنیم.
خانم نوریزاده. در جریان هم؟ بله دارن به اینترنت بس میزن. خب خب میخوان که 50-50 همون 50-50 من به مسئولیت خودم این گزینه رو براتون برمیگردونم که بتونید بعداً ازش استفاده کنید. دو تا از گزینه‌های غلط سوالو من براتون حذف خواهم کرد. بفرمایید. گزینه دو. گزینه دو انتخاب آخرشونه با هم. بسیار عالی، شما برنده 30 میلیون تومان جایزه ما تا به این لحظه هستیم. تبریک میگم بهتون. ممنون. حقیقتا خیلی توقع نداشتم که نفر اولی که بشینه بتونه به این شدت جواب بده. خانم نوریزاده هم پیدا کنید، دوستان تماس بگیریم، بگین رو خط باشن که احتمال زیاد ازشون کمک خواهیم گرفت. میریم سراغ سوال بعد. بفرمایید. جنگ 100 ساله چند سال طول کشید؟ گزینه 1 97 سال، گزینه 2 100 سال. جنگ 100 ساله 100 سال. گزینه 3 116 سال. گزینه 4 121 سال. مطمئنم شما باهوشین و از گزینه 3 برمیایید. به این سرعت گزینه 3 116 سال. خیلی اطلاعات عمومی ها که خوندم که اینا به چشمم خورده و انتخاب آخر انشالله که درست باشه. امیدوارم که درست باشه انشالله. تا به این لحظه 30 میلیون تومن بردیم. ما هستیم، خیلی ممنونم، خیلی بهتون تبریک میگم خانم. خیلی ممنون، متشکر. یه مدتیه که ما همه گوشی های موبایلمون تو دستمون نمیبینیم سراغ پیامک و اسمس و هشتگ و ستاره و همش روی شانس تکیه میکنیم. منتظریم تلفن ما زنگ بخوره، یه نفرم برای خط بگه تبریک عرض میکنم، شما برای یک دستگاه خودتو شدید. اگه تلفن زنگ نخوره میگم این موقع دیدی من چقدر برد شانس هم. بعد میریم سراغ قرعه کشی، میریم سراغ پیشبینی های فوتبال. پیشبینی های فوتبال اینجوریه که نتیجه مسابقه فوتبال رو 7-1 یه دفعه پیشبینی میکنیم. از غذا میزنه مسابقه 7-1 هم میشه. غافل از اینیم که 90,000 نفر دیگه مسابقه رو 7-1 پیش بینی کردن و فقط یک نفر برنده میشه. در مورد برای من پریشب یه مسیج اومده، میگه که من یک شبه میلیاردر شدم. شما دوست داری یک شبه میلیاردر شی؟ نه خیلی ممنون آقای میلیاردر، من دوست دارم شما رو روی این صندلی روبروی خودم ببینم چند مرده حلاجی. خوششانس کسیست که بیشتر از همه خواهد خدا یکم ایم به افتخار ایشون یک دست بزنید. شما روی نقطه امن دوم ما هستید، یعنی تا به این لحظه 35 میلیون تومان بردین. بله. در هر شرایطی با این 35 میلیون از این استودیو خارج خواهید شد. بله. آماده این برای پاسخ بقیه سوال. بله. بفرمایید. خب سوال بعد. تجزیه ظروف پلاستیکی چند سال طول می‌کشد؟ گزینه 1 50 سال. خانم نوریزاده رو آماده کنید. گزینه 2 500 سال. گزینه 3 5000 سال. گزینه 4 50,000 سال. بین گزینه 2 و 4 یه شک کوچولو دارم. بین 2 و 4. بله. خب این خودش باز نقطه امیدواریه که دو تا گزینه رو یه راهنمایی هم
راهنمایی کنم که ظروف پلاستیکی بین 2 و 4 گزینه 2500 سال، گزینه 4 50,000 سال. اجازه بدین از خانم نوریزاده کمک بگیرم. یک بار بیارینشون رو خط. خدا کنه جواب بدن. امیدوارم جواب بدن. انتخابتون کدوم گزینه بود؟ خودم میگم گزینه 4. خانم نوریزاده رو میبینیم چی میگن پای تلفن. گزینه‌تون رو انتخاب کردیم، بعد با خانم نوریزاده تماس. اگه جواب نداد دیگه بلاکش کنید باهاش هم حرف دیگه هست. بله دیگه. بله سلام عرض میکنم خانم نوریزاده، من محمد رضا گلزار هستم از مسابقه برنده باش. به کمک شما احتیاج هست، لطف کنید از لحظه ای که سوال ازتون میپرسند 30 ثانیه وقت دارین جواب سوال رو بدین. حاضرین؟ بله. خانم نوریزاده تجزیه ظروف پلاستیکی چند سال طول میکشد؟ گزینه 1 50 سال، گزینه 2 500 سال، گزینه 3 5000 سال، گزینه 4 50,000 سال. چرا من 50,000 سال خودت بهتر میدونی؟ دارن از شما کمک میگیرن خانم. دوستین با هم؟ یعنی ارتباط صمیمی؟ به نظر من گزینه همون 50,000 سال. تجزیه ظروف پلاستیکی چند سال طول میکشد؟ 1 50 سال، 2 500، 3 5000، گزینه 4 50,000. انتخاب آخر شد. انتخاب آخر شد. بفرمایید. دیگه ایشون هم گفتن یه خورده. بله دیگه ما هم انتخاب. خدا. متاسفم. شما بی نظیر بودین، خیلی عالی بودین. بهتون تبریک میگم. خیلی ممنون، متشکرم. تا اینجا خیلی خوب بوده. 35 میلیون تومان شما بردین. ممنونم، متشکرم از برنامه خوبتون. خیلی جذاب. به افتخارشون یه دست بزنیم. آقای دکتر لطف کنید خودتون رو معرفی کنید. به نام خدا، غلامرضا داوودی هستم از شهر زیبای شیراز. خیلی خوشحال هستم که در این مسابقه حضور دارم و امیدوارم که تجربه خوبی اتفاق بیفته. بسیار عالی. آماده هستین؟ استرس که نداری آقای دکتر. بفرمایید. آقای گل ملی جهان کیست؟ گزینه 1 کریس رونالدو، گزینه 2 مارادونا، گزینه 3 لیونل مسی و گزینه 4 علی دایی. خب سوالمون آسونه، مطمئنم شما از پسش برمیاین. اینو دیگه فکر کنم همه ما ایرانی ها میدونیم. گزینه 4 علی دایی با 109 گل زده. با 109 گل زده. بله. چه جذاب. بفرمایید انتخاب آخرشونه. درست انتخاب کردن، شما 1 میلیون تومان بردین. جناب آقای دایی افتخار کشور ما با 109 گل ملی، نفر اول آقایون گل جهان، گلای ملی جهان هستن. تبریک میگم. میریم سوال بعد. بفرمایید. جزایر لانگرهانس در کجا قرار دارد؟ گزینه 1 اقیانوسیه، گزینه 2 لوزالمعده، گزینه 3 اسپانیا، گزینه 4 جمجمه. جزایر لانگرهانس در لوزالمعده قرار داره. نمیخواین گزینه‌های کمکی هم دارین؟ فکر می‌کنم این انتخاب آخرتونه. بله به نظر منم که زود. انتخاب آخرتونه لوزالمعده؟ بله. می‌بینیم.
شما برنده 2,000,000 تومان تا به این لحظه هستین. بهتون تبریک میگم. متشکرم. میریم برای سوال 3,000,000 تومانی. بفرمایید. واحد اندازه‌گیری الماس چیست؟ گزینه 1 گرم، گزینه 2 پوند، گزینه 3 صوت، گزینه 4 قیراط. گزینه 1 و 2 که نمیتونه باشه. بین گزینه 3 و 4 مقدار مردد هستن. بین 3 و 4 مردد. بله. فکر میکنم گزینه 4 قیراط باشه. انتخاب آخر. بله. گزینه 4 انتخاب آخرشونه. بفرمایید. تبریک میگم، شما تا به این لحظه 3,000,000 تومان بردید. خب آقای دکتر، میتونید این 3,000,000 رو بگیرین، از مسابقه خداحافظی کنید، یا که میتونید ادامه بدید و همراه ما باشید تا به نقطه امن اول ما برسید که مبلغ 10,000,000. یعنی 2 تا سوال تا به اونجا فاصله داریم. هنوز به نقاط هیجانی مسابقه نزدیک نشدم. من هم باشم ادامه میدم. بفرمایید سوال بعد. چند درصد بدن انسان رو آب تشکیل میده؟ گزینه 1 30%، گزینه 2 40%، گزینه 3 50%، گزینه 4 60%. 3 تا گزینه کمکی دارین، میتونید تماس بگیرین. 50-50. در اینکه قسمت عمده از بدن انسان رو آب تشکیل میده تردیدی ندارم و گزینه 4 رو انتخاب کنم. 60%. قسمت عمده بدن انسان رو آب بله. تشکیل میده. قسمت عمده یعنی از 50% به بالا. بله انتخاب آخرشون گزینه 4 است. تبریک میگم، شما 5,000,000 تومان بردین تا به این لحظه و اگر این سوال رو پاسخ بدین به نقطه امن اول ما میرسید. آمادش هستین؟ ممکنه لطف کنید در خصوص نقطه اول امن توضیح بدید؟ نقطه اول امن ما 10,000,000 تومانیه، یعنی که اگر تا قبل از اون اشتباهی داشته باشید بدون دریافت هیچ مبلغی ما با شما خداحافظی میکنیم، ولی اگر تا سوال پنجم ما یعنی 5 تا سوال اول پاسخ بدین با 10,000,000 تومان شما به نقطه امن اول میرسید. ترجیح میدم ادامه بدید. ادامه میدید. بفرمایید. پاریس کوچولو لقب کدام شهر ایران است؟ گزینه 1 اصفهان، گزینه 2 بروجرد، گزینه 3 شیراز، گزینه 4 تبریز. پاریس کوچولو لقب کدام شهر ایران است؟ 1 اصفهان، 2 بروجرد، 3 شیراز، 4 تبریز. خیلی کار سختی نیست، یه ذره دقت کنی متوجه میشی که گزینه سوم شیراز که شهر خودمونه. تا حالا نشنیدم پاریس کوچولو. خب پس شیراز رو هست میکنی. اصفهان هم که به نصف جهان معروف هست. چقدر جذاب. بین 2 و 4 مرددی. گزینه دوم بروجرد. انتخاب آخرتونه؟ بله انتخاب آخر. بسیار عالی، گزینه 2 رو انتخاب کردم. شما برنده 10,000,000 تومان جایزه از مسابقه برنده باش هستید آقای دکتر. چکرم. خیلی جذابه، بهتون تبریک میگم. ممنونم. اگر این پولو ببریم میخواییم باش چیکار کنیم؟ 2 تا هدف دارم برای این پول، 2 تا نیت دارم در واقع برای این پول. یکی این که حداقل 1/3 در راه آزادسازی زندانیان جرائم مالی و غیر عمد. به 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 به، چقدر عالی. مصرف کنم و ما بقیش هم انشاءالله در خصوص امر خیر ازدواج. حواست به دست چپ راست من باشه. آماده باشی میریم سوال بعد. بفرمایید. تعداد اعضای مجلس شورای اسلامی گزینه 1 290، گزینه 2 350، گزینه 3
310 گزینه 4 320. هنوز سه تا گزینه کمکی دارید آقای دکتر؟ شما یه ذره مگه چقدر برای عروسی لازم دارید؟ آخرین چیزی که یادم هست فکر کنم گزینه اول 290 نفر هستن تعداد اعضای مجلس. از کجا یادتونه اینو؟ جایی مطالعه کردم. 290 نفر. بله. انتخاب آخرتونه؟ پیشنهاد شما چیه؟ پیشنهادی برام دارید؟ شما اعتماد میکنم گزینه 290 رو باهم. بسیار عالی. بسیار. تبریک میگم بهتون. مبلغ 15 میلیون تومان تا به این لحظه بردین. میتونید 15 میلیون رو بگیرید، خدافظی کنید. اگر سوال بعدی رو نتونید جواب بدید برمیگردید به نقطه امن اول و 10 میلیون تومان رو میگیرید. بفرمایید. دوست دارم ادامه بدم. منم بودم ادامه میدادم. میریم سراغ سوال 20 میلیون تومان. بفرمایید. شهر بهارنارنج لقب کدام شهر ایران است؟ گزینه 1 بوشهر، 2 زاهدان، 3 بابل، 4 خوی. خیلی کار سختی نیست به نظرم، متوجه شدن. بوشهر و زاهدان که نمیتونه باشه. چرا نمیتونه باشه؟ چون آب و هواشون به نحوی هست که بله. این سوال سوال هفتم شماست، یعنی تقریبا اگر پاسخ بدین نیمی از سوالات 250 میلیون تومان 200 میلیونی ما رو پاسخ بدین، یعنی بین 3 و 4 شک داریم. بله. گزینه بابل رو بر حسب شانس انتخاب می‌کنم. انتخاب آخرتون بابل؟ به احساسم اعتماد می‌کنم. بسیار عالی. بفرمایید. گزینه 3 رو انتخاب کردن، بابل. تبریک بهتون میگم. 20 میلیون تومان بردین. چقدر روز جذابیه برای من. نفر اولمون اونقدر با آمادگی و با اون معلومات بالا روبرو من قرار گرفت. نظر لطفتونه. نفر دوم که بی نظیر. من فکر کنم شما پیش بینی نکنید. اجازه بدیم بریم بقیه رو بگیم. سوال بعد بفرمایید. کدام حشره بیشترین طول عمر را دارد؟ اخ 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 سخت شد. گزینه 1 موریانه، گزینه 2 ملخ، گزینه 3 مورچه، گزینه 4 عنکبوت. موریانه، ملخ، مورچه، عنکبوت. ساده هرچ میریم مراحل بالاتر سخت‌تر میشه. مورچه نمیتونه باشه. چرا نمیتونه؟ داشتین تا حالا مورچه؟ چرا نمیتونه مورچه باشه؟ در قیاس با سایر گزینه ها فکر نمیکنم مورچه باشه. باشه، مورچه هست به دیگه؟ ملخ هم همینطور. بین موریانه و عنکبوت تردید دارم. فکر میکنم عنکبوت باشه. بین موریانه و عنکبوت من ترجیح میدم که از گزینه 5 تا. نه هنوز زوده. زود نیست. چه ملخ، موریانه، عنکبوت. موریانه رو انتخاب کنم. تماس تلفنی نمیخواد بگیری؟ نه. موریانه. انتخاب آخر تو موریانه است. بله، موریانه رو انتخاب. شما 25 میلیون تومان بردین تا به این لحظه. نیتتون خیره. از 4 گزینه‌تون دارین کمک می‌گیرین. منم اینجا هستم. گزینه 4م کمکیتونم. مهم‌ترین گزینه کمکی من هست. خواهش می‌کنم بفرمایید سوال بعد. کدام مورد معادل مناسب‌تری برای واژه کارنگ است؟ گزینه 1
سیاستمدار دو، چرب زبان سه، کارشناس چهار، آرامش دهنده. کارنگ، سیاستمدار، چرب زبان، کارشناس و آرامش دهنده. کارنگ واژه لاتینه؟ نه خیر. سیاستمدار و کارشناس که نشنیدم. احتمالاً یک واژه قدیمیه کارنگ، یک واژه فارسی قدیمی باشه. آرامش دهنده. فکر می‌کنم چرب زبان باشه. چرب زبان انتخاب آخرتونه. کارنگ. چرب زبان رو انتخاب می‌کنم. بفرمایید. تبریک عرض میکنم، شما تا به این لحظه 30,000,000 تومان از مسابقه برنده باش بردید آقای دکتر. میریم برای سوال 35,000,000 تومانی. اگر این سوال پاسخ بدید نقطه امن دوم ما هست، یعنی مینیموم با 35,000,000 تومان ما با شما خداحافظی خواهیم کرد. امیدوارم که جایزه 200,000,000 رو ببرید. بفرمایید سوال بعد. حق قرارداد رویتر چند سال بود؟ 1-10 سال، 2-15 سال، 3-20 سال، گزینه 4-25 سال. یک مقدار از کتاب‌های تاریخ دوران دبیرستان کورسوی ذهنم باقی مونده. فکر می‌کنم 25 سال گزینه درست باشه. حلک. گزینه 25 یعنی گزینه 4م انتخاب آخرتونه. بفرمایید. تبریک میگم. تا به این لحظه شما مبلغ 35,000,000 تومان بردیم. خیلی برای من لذت بخش. آماده اید که ادامه مسابقه رو بدین یا 35,000,000 رو میگیرین خداحافظی؟ ترجیح میدم ادامه بدم. بله. حاضریم تا سوال 40,000,000 رو با هم ببینیم. بفرمایید. کدام یکی از گزینه‌های زیر از شهدای هسته‌ای نمیباشد؟ چه سوالی ببخشید من. بفرمایید. شهید رضایی نژاد، شهید علی محمدی، شهید تهرانی مقدم، شهید شهریاری. کدام یکی از گزینه‌های زیر از شهدای هسته‌ای نمیباشد؟ شهید رضایی نژاد، شهید علی محمدی، شهید تهرانی مقدم، شهید شهریاری. شهید رضایی نژاد، شهید علی محمدی و شهید شهریاری از شهدای هسته‌ای کشورمون هستن، اما شهید تهرانی مقدم از شهدای موشکی کشورمون هستن. به افتخارشون یه دست بزنید. انتخاب آخر. زنده باد. از کجا میدونستی؟ خب دیده بودم دیگه، از تلویزیون مستندی در خصوص شهید تهرانی مقدم دیده بودم و در خصوص سایر شهدای هسته‌ای هم اطلاع داشتم کما بیش. برای من خیلی جذاب. آفرین. سوال بعد رو میبینیم. کدام حیوان در هنگام خواب یک چشم خود را باز نگه می‌دارد؟ گزینه 1 شغال، گزینه 2 جغد، گزینه 3 روباه، گزینه 4 گرگ. تماس تلفنی برقرار بشه لطفا. بفرمایید با کی باید تماس بگیریم؟ آقای لطفی. آقای لطفی.
دوستتونن؟ بله از دوستان بنده. بسیار عالی. تحصیلاتشون چیه؟ ایشون فوق لیسانس دارن. به به. منتظریم تماس تلفنی ما با آقای لطفی برقرار شه. در جریانن؟ بله. اینترنت چون پر سرعته. بله. سلام عرض می‌کنم آقای لطفی، من محمد رضا گلزار هستم از مسابقه برنده باش. آقای دکتر سلام دارم خدمت شاجناب آقای گلزار، در خدمتتون هستیم. آقای دکتر سوالی از شما دارن، در پاسخ دادن به این سوال باید کمکشون کنید. از لحظه‌ای که ارتباطتون برقرار میشه 30 ثانیه فرصت دارین. حاضرین؟ ما در خدمتتون هستیم. سوال راحتی باشه آقای گلزار. بفهمید خواهش. سلام آقای لطفی. کدام حیوان در هنگام خواب یک چشم خود را باز نگه می‌دارد؟ شغال، جغد، روباه، گرگ. باز بخون برای. کدام حیوان در هنگام خواب یک چشم خود را باز نگه, باز نگه می‌دارد؟ بله، شغال، جغد، روباه، گرگ. شغال، گرگ. مطمئنید؟ یه بار دیگه گزینا رو بخونید. شغال، جغد، روباه، گرگ. وقتتون تمام شد. خیلی ممنون آقای لطفی، مرسی. گرگ. گزینه چهارم گرگ. انتخاب آخرتونه. بعد اعتماد کنم. چاره دیگه نداره. بسیار عالی. من تبریک میگم بهتون. متشکرم. تبریک میگم تا به این لحظه شما 60 میلیون تومان بردین. خیلی جذاب شده این مسابقه. برای سوال بعدی آماده این؟ بله. یا اگر این سوالو پاسخ ندی 35 میلیون از ما دریافت خواهی کرد و مسابقه رو ترک می‌کنی. اگر جواب بدی 80 میلیون تومان تا به این لحظه بردین. انتخابتون چیه؟ هنوز دو تا از گزینه‌های کمکیم باقیه. ترجیح میدم ادامه بدم. بسیار عالی. سوال بعد با هم. نویسنده کدام یک از این کتاب‌ها همون نویسنده کتاب بابال این دراز است؟ یک، دشمن عزیز. دو، ندای از درون. گزینه یک، دشمن عزیز. دو، ندای از درون. سه، سایه جولی. چهار، آنچلی. وقتتون. گزینه 50-50 رو انتخاب میکنم. گزینه 50-50. دو تا گزینه غلط رو براتون حذف میکنیم. ببینیم که سخت شد. خب دشمن عزیز، ندایی از درون. فکر میکنم دشمن عزیز. انتخاب آخرشون دشمن عزیزه. لطفاً ببینیم چه خواهد شد. آخ آخ آخ. هشتاد میلیون تومان تا به این لحظه شما بردین. قبل از اینکه مسابقه شروع بشه، با توجه به پاسخگویی این عزیزان به سوالات، من فکر میکردم که ماکسیموم جایزه‌ای که تقدیمتون کنیم تو این مسابقه نقطه امن اول یا اولین پاسخگویی به سوال بعدی است، یعنی 40 میلیون. خیلی خوشحالم که شما دو تا سوال دیگه تا 200 میلیون ما فاصله دارین. استرس نداری؟ در حد طبیعی استرس دارم و هر چی سوالا بالاتر میره قطعا استرس منم بیشتر میشه. خب یعنی این سوالو جواب بدین 100 میلیون تومان بردین. الان میتونی خداحافظی کنی با مبلغ 80. چک آماده نیست دوستان؟ مبلغ 100 میلیون تومان سوال بعدی ماست. الان 80 تومان میتونی بگیری خداحافظی کنی. نه میری رو 35 میلیون آقای دکتر؟ ریسکو دوست دارم جان. ریسکو دوست دارم.
ریسک رو دوست داری؟ من که خودم نفر اول ریسکم. بفرمایید بریم. پس چقدر جذابه که بتونی این سوالو پاسخ بدی. عمیق‌ترین دریاچه جهان کدام است؟ بلدی؟ بله، بایکال. گزینه یک دریاچه خزر، گزینه دو وان، گزینه سه بایکال، گزینه چهار تیتیکاکا. گزینه سه بایکال رو انتخاب کرد. بله. انتخاب بله. آخرتونه. بله. شما 100 میلیون تومان تا به این لحظه بردین. و سوال آخر، 100 میلیون رو بگیر دکتر جان، هم یه تعدادی زندانی رو آزاد میکنیم، ما هم کمک میکنیم، همین که دیگه 70 میلیون برای عروسی داداش چیکار میخوای بکنی؟ حالا سوال 200 میلیون رو اگر جواب غلط بدم اون 100 میلیون بهم تعلق. نه خیر، شما با 35 میلیون خداحافظ میخواید. بله، ادامه میدم. من پیشنهاد میکنم 100 میلیون رو بگیر و خدافزی کن. حضار تو سالن هم داری. حتی یکی از گزینه‌ها باقی مونده. این رو هم داری. ریسکشو نکنیم. سوال ممکنه سوال سختی باشه. آخرین سوال ماست معمولا. پنجتا آخر ما سخته. من که تا این مرحله اومدم تا مرحله آخر. این برای من لذت بخش سوال آخر میبینیم. بیا بغلم کن، خدافظی رو با هم. در بمباران اتمی ژاپن توسط آمریکا، نام بمبی که بر روی شهر هیروشیما انداخته شد چه بود؟ گزینه یک مرد چاق، گزینه دو مرد کوچک، گزینه سه پسر چاق، گزینه چهار پسر کوچک. آخرین گزینه کمکی رو باید امتحان کنم. خیلی جذاب. حضار تو سالن لطفاً از صفحه کلیدی که در اختیارتون قرار گرفته کمک بگیرین. گزینه مورد نظرتون رو انتخاب کنید. وقتتون شروع شده. مرد چاق گزینه یک، گزینه دو مرد کوچک، سه پسر چاق، پسر کوچک. به به، اگه این جایزه رو ببری. اتاق فرمان، من تایمر رو نمیبینم، هر زمانی که وقتشون تموم شد لطفاً اعلام کنید. فرصت تموم شد. گزینه یک 42%، گزینه دو 8%، سه 21%، چهار 29%، و سوال پایانی است. این سوال رو قبلا در خصوصش مطالعه کردم ولی فراموشم شده. بین یک و سه که مرددم، گزینه یک هم که 42% بهش پاسخ داده شده، فکر میکنم باید گزینه یک رو انتخاب کنم. اگر پاسخ شما درست باشه 200 میلیون تومان میگیری و با ما خدافظی میکنی. اگر پاسختون غلط باشه 35 میلیون تومان میگیری و خدافظی میکنی. پسر چاق. آقای دکتر به من اعتماد کنید. بهتون اعتماد میکنم. به افتخارشون دست بزنید. تبریک میگم. شکرم. خیلی ممنون. شکرم.
مبارکتون باشه. گزینه چهار، گزینه پسر کوچک درست بود. ما با آقای دکتر خداحافظی. ادامه این مسابقه بفرمایید. خب خیلی خوش اومد، خودتون معرفی کنید. به نام خدا. آوای خوش هزار تقدیم تو باد، سرسبزترین بهار تقدیم تو باد. گویند که لحظه ایست رویدن عشق، آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد. بله، بی زحمت 200 تومن رو تقدیمشون کنید، ما هم اینجا با شما خدا بزنیم. به نام خدا. اسدالله حسینی فر هستم، شهرستان خمین، استان مرکزی، فوق لیسانس مدیریت آموزشی، مدیر دبیرستان. در خدمت شما. به 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 به، مدیر دبیرستان هستن ایشون. خب الان دانش آموزاتون احتمالاً دارن مسابقه رو نگاه میکنن و چقدر براشون جذابه که شما بتونید به سوالای ما پاسخ بدید. در خدمت شما. ما آماده این برای شما. سوال بسیار ساده، کوچکترین سوره قرآن چه نام دارد؟ گزینه یک سوره بقره، گزینه دو سوره ناس، گزینه سه توحید، گزینه چهار کوثر. این دیگه با اطمینان و به نام خدا میگم که گزینه چهار سوره کوثر. گزینه چهار سوره کوثر. انتخابتون درسته. مبلغ 1,000,000 تومان شما بردید. بله، میریم سوال دو. سوال دو میلیون تومانی. بهترین بازیکن جام جهانی 2006 آلمان چه کسی شد؟ گزینه یک زینالدین زیدان، گزینه دو فابیو کاناوارو، گزینه سه میرسلاو کلوزه، گزینه چهار لوئیس فیگو. به نظر من استاد گزینه یک زینالدین زیدان درست باید باشه. خیلی جذابه، برای گزینه یک انتخاب کردن. شما 2,000,000 تومان تا به این لحظه بردی. خب شما به فوتبال علاقه دارین؟ بله، من واقعا از کودکی شدیدن و الان که دیگه خیلی عالی ورزش. میریم سراغ سوال بعد. بفرمایید. کوچکترین واحد ساختمانی بدن انسان کدام است؟ گزینه یک سلول، دو ژن، سه مولکول، گزینه چهار عصب. طبیعتاً از بین اینها سلول میتونه باشه. گزینه یک، شماره یک. به نظرم شماره یک درست هستش. سه تا گزینه کمکی هم دارین، انتخاب آخرشون گزینه یک سلول است. بفرمایید. ۳,000,000 تومان جایزه شماست تا به این لحظه. بهتون تبریک میگم جناب آقای حسینی فر. الان میدونم بچه هاتون از منزل دارن نگاه میکنن این مسابقه رو. شما اگه جایزه رو ببرین به کی تقدیم میکنین؟ بله، از موضوع شما من دوتا نیت دارم جناب گلزار. خب اون نیت اصلی من با توجه به این که واقعا میدونم این گونه مسابقات و خودم یه فرهنگی هستم بر. و تمام تلاش ما این است که به اصطلاح ارزش و لیاقت کتابخانی رو بین دانش آموزا بالا ببریم، بهترین راش همین مسابقات هستش. من تصمیم دارم قسمتی از این به اصطلاح جایزه رو انشالله اگه ببرم در دبیرستان خودم که یکی از دبیرستان حاشیه شهر است و از نظر مادی و از پایینی دارن، اونجا چنین مسابقه شبه مسابقه کوچیکی را بندازم تا دانش آموزا هم تشویق به کتابخانی و مطالعه بشن انشالله. این تصمیم رو دارم. انتخاب کنید. اگه سوال بعدی رو نتونید پاسخ بدید دست خالی از این مسابقه میرید بیرون، ولی اگه دو تا سوال ما رو پاسخ بدین به نقطه امن اول ما میرسید که مبلغ 10,000,000. فکر کنم دیگه تا به اینجای برنامه متوجه شرایط و مسائل برنامه ما شدید. میریم سوال بعد. توکل خدا. بفرمایید.
حضرت علی علیه السلام در کدام جنگ مقابل خوارج ایستاد؟ گزینه یک نهروان، گزینه دو صفین، گزینه سه جمل، گزینه چهار خیبر. گزینه یک جنگ نهروان که با خوارج بودن. ۵ میلیون تومان تا به این لحظه شما بردید. دوستانی که روبروی من قرار گرفتن بسیار از سطح معلومات بالایی برخوردارن، خیلی برای من لذت بخش. داستان مدیر مدرسه اثر کیست؟ یک بزرگ علوی، دو محمد علی جمالزاده، گزینه سه جلال آل احمد، گزینه چهار سیمین دانشور. از موضوع شما که محمد علی جمالزاده سبکش این نیست، داستانگویش بزرگ علوی هم همچنین، سیمین دانشور هم که خانم جلال آل احمده و اینو من در جای خواندم که گزینه سه جلال آل احمد داستان مدیر مدرسه. انتخاب آخر جلال آل احمد، گزینه سه جلال آل احمد. شما برنده جایزه 10 میلیون تومان. بی‌نظیر. خب من که دارم لذت میبرم. آماده این؟ الان که نقطه امن اول ما رسیدیم چه کار آماده کنید؟ سوال بعد، سوال 15 میلیون تومانی ما. تعداد نمایندگان شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی چه تعداد است؟ 1 5 نفر، 2 6 نفر، 3 8 نفر، 4 10 نفر. با توجه گفته شهر خود شهر اصفهان و استانش نیست، طبیعتاً کمترین مقدار شک دارم. من 1 و 2، گزینه 1 و 2، ولی به نظرم گزینه 1 رو با توکل به خدا انتخاب میکنم. توکل میشه انتخاب آخرتونه؟ گزینه 1 میشه. گزینه 1 اتاق فرمان. شما 15 میلیون تا به این لحظه بردین. سوال 20 میلیون تومانی رو پاسخ میدین یا برمیگردیم با 10 میلیون خدافظی میکنید؟ ان شاء الله قصد دارم با انگیزه بالا با امید خودش ادامه بدم. اگر ادامه بدید با ازشون. عمیق‌ترین نقطه خلیج فارس چند متر است؟ 1 93 متر، 2 103 متر، 3 230 متر، 4 123 متر. بهترین نقطه خلیج فارس. شما گذار با عنایت به این که خلیج فارس نسبت به حالا دریا و خلیج دیگر خیلی نسبت به دریای جهان خیلی عمق زیادی نداره، من حدسم باز من راهنماییتون کنم. یه ذره سوال سخت باز بر عمیق نمیتونه باشه. بر گزینه یک من باز انتخاب آخرشون گزینه یک. شما 20 میلیون تومان تا به این لحظه بردین. بهتون تبریک میگم آقای حسینی فرد. سوال 25 میلیونی بفرمایید. در زمان کدام پادشاه بحرین از خاک ایران جدا شد؟
گزینه یک، مظفرالدین شاه گزینه دو، شاه اسماعیل گزینه سه، محمد رضا پهلوی گزینه چهار، ناصرالدین شاه. بین گزینه سه و چهار شک دارم. آی گلزار، من کمکی نخواهم کرد. اگر شما نصد گزینه کمکی دارم، از گزینه کمکیم استفاده کنم. بله، خیلی هم جذاب. بله، کدومش؟ از گزینه داخله، از داخل استودیو کمک بگیرین. حضار محترم لطف کنید از صفحه کلیدی که جلوتونه کمک بگیرین. گزینه مورد نظرتون رو همین لحظه میتونید انتخاب کنید. بفرمایید. استرس دارید؟ وقتتون تموم شده. 18% گزینه 1، 9% گزینه 2، 52% گزینه 3 و 4. گزینه 4 رو 21% انتخاب کردن. آیا به حضار تو سالن اعتماد میکنید؟ طبیعتاً اعتماد میکنید. یعنی گزینه 3 رو انتخاب میکنید. بعد بریم ببینیم. شما تبریک میگم بهتون. میریم سراغ سوال 30 میلیونی. اگر این رو بتونید پاسخ بدید، به نقطه 30 میلیون ما میرسید، یعنی 30 میلیون دریافت میکنید. اگر نه، ما با 10 میلیون با شما خدافظی خواهیم کرد. سوال بعد بفرمایید. کدام ورزشکار رکورددار بیشترین مدال در تاریخ المپیک است؟ بسیار سوال آسونیه. 1، یوسین بولت گزینه 2، حسین رضازاده عزیز گزینه 3، بن جانسون گزینه 4، مایکل فیلپس. من با چون ورزشی هستم با اطمینان گزینه 4 مایکل فیلپس، سیناگر آمریکایی که تازگی هم تو المپیک قبلی خداحافظی کرد، بیشترین مدال طلا رو داره که گزینه 4 انتخاب آخر شده. بفرمایید. سوال بعد بفرمایید. کدام کتاب اثر ویکتور هوگو نیست؟ تا به این لحظه 30 میلیون تومان بردید. اگر اینو جواب بدید، من 30 میلیون رو تقدیمتون میکنم. اگر نه، 10 میلیون میگیرید و خداحافظی میکنید. گزینه 1 بینوایان، گزینه 2 سفید دندان، گزینه 3 روح انسان، گزینه 4 مردی که میخندد. جناب گلزار، من سفید دندان رو میدونم مال جک لندنه، چون گفته کدام کتاب اثر ویکتور هوگو نیست، طبیعتا یکیشون نیست، بنابراین گزینه 2 رو انتخاب میکنم. انتخاب آخر تو؟ بله، سفید دندان گزینه 2. انتخاب آخر جک لندن. بفرمایید گزینه 2. شما برنده جایزه 35 میلیون. بفرمایید. کدام کشور 3 زبان رسمی دارد؟ گزینه 1 سنگاپور، گزینه 2 کانادا، گزینه 3 بلژیک، گزینه 4 سوئیس. و این سوال 11 شماست. دو تا گزینه دیگه داری؟ نه، حالا اگه زمین من فقط من خواهش میکنم ریسکی جواب ندید. من اجازه کمک ندارم. سوئیس، آلمانی و ترکیه هم داره. میتونم اینو، من بین 4 شک دارم، ولی اگر اجازه بدین کمک از کمکی استفاده کنم. تماس تلفنی ما دکتر رجبی، آقای دکتر رجبی، جناب محمد حسین دکتر رجبی، دکتر حقوق دارن با جناب دکتر رجبی. دکتر رجبی، بله، آقای دکتر رجبی رو بیارین رو خط لطفاً. شماره موبایلشون رو بدید.
دوستتون هستن؟ بله، باجن آقام هست. باجن آقام تو مدرسه هم کمکی میکنن؟ 100%. خیلی عصب شد. واقعا از نوابق شهر ما هستن. در جریانن؟ بله، بهشون اطلاع دادم. بشه سلام عرض میکنم آقای دکتر رجبی، من محمد رضا گلزار هستم، از مسابقه برنده باش در خدمت شما هستیم. حاضرین؟ خیلی ممنون. زنده باشی. آماده باشی جناب حسینی فر میخوان از شما کمک بگیرن برای پاسخ سوال. به محضی که ارتباطتون برقرار شد 30 ثانیه فرصت دارین جواب بگیرین. بفهم دکتر. سلام. کدام متشکرم. کدام کشور 3 زبان رسمی دارد؟ بله. سنگاپور، کانادا، بلژیک، سوئیس. 13 ثانیه بیشتر وقت ندارید. آی دکتر. 8. بله بله. 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 بفرمایید. بفرمایید. 3 2 بگو. 1. نفکوب نذاشته قد شد. باید انتخاب کنید. نه صداش نمیده. میخواست صداشون که اومد دیر پاسخ دادن، 30 ثانیه وقت داشتن. خب متاسفانه. خب یه گزینه خیلی کار سختی نیست. سخت نیست جان. سوئیس که نیست، سنگاپور، بلژیک، کانادا. این 4 تا گزینه است داریم دیگه. خب خب یه کار دیگه هم من کمک دیگه ای که میتونم بهتون بکنم اینی که بیاین گزینه 50-50تون رو هم همینجا استفاده کنید. ریسکش رو بر ندارید. خب میخواد اجازه بدین اگر که مرسی. دو تا گزینه هست شد. بین بلژیک و سوئیس باید یکیش رو انتخاب کنید. بلژیک و سوئیس. بلژیک گزینه 3. انتخاب آخرشون؟ بله گزینه 3. گزینه بلژیک. بفرمایید. من چرا اینطوری؟ 40 میلیون تومان جایزه نقدی شماست آقای حسینی فر. بهتون تبریک میگم. سرکار خانم بهتون تبریک میگم. امیدوارم که تا آخر مسابقه دیگه بتونید از معلومات خودتون استفاده کنید، چون تمام گزینه‌های کمکیتون رو خرج کردید. ان شاء الله. در انتخاب. بفرمایید سوال بعد. کوتاه‌ترین مرز خاکی مشترک ایران با چه کشوری است؟ گزینه 1 ترکمنستان، گزینه 2 آذربایجان، گزینه 3 ترکیه، گزینه 4 ارمنستان. با قاطعیت گزینه 4 ارمنستان. از همه کوچیک‌تره. گزینه 4. افتخارش. دست میلیون تومان تا به این لحظه شما بردین. ببینید الان شما اگر پاسخ ندید با 35 میلیون خدافزی خواهید کرد. اگر نتونید جواب بدید الان میتونید 60 میلیونتون رو بگیرین خدافزی کنید. سوالای ما داره میره رو به سختی. خدافزی میکنم. اگه 60 میلیون میتونم بگیرم؟ 60 میلیون ما تقدیمتون میکنیم. خدافزی میکنیم. با توجه به اینکه دیگه نمیاد. خب شما تا به این لحظه استرس دارید میدانم. نیکی جان آماده این؟ مادر حاضری؟ بفرمایید. سوال اول. بریانی غذای معروف کدام شهر است؟ بچه آسون. گزینه 1 یزد، گزینه 2 اصفهان، گزینه 3 تبریز، گزینه 4 مشهد. چقدر من بریانی دوست دارم. میدونید گزینه صحیح کدام گزینه است؟ بله
جان دو. گزینه دو انتخاب آخرشونه، بفرمایید. 1,000,000 تومان تا به این لحظه شما برده خواهید. تبریک میگم. سوال بعد. کدام نماز وضو نمیخواهد؟ بسیار سوال آسونی است. گزینه 1 نماز آیات، گزینه 2 نماز قفیله، گزینه 3 نماز میت، گزینه 4 نماز جمعه. خواهش میکنم ریسکی جواب ندید. اگه اشتباه نکنم 3 باشد. گزینه 3 انتخاب آخرشونه، بفرمایید. شما 2,000,000 تومان تا به این لحظه بردین. ازتون میخوام که با دقت جواب بدین، ریسک نکنید. 3 تا گزینه کمکی دارین. 2,000,000 تا به این لحظه بردید. سوال 3,000,000 رو شروع میکنید، بفرمایید. رمان بی‌نمایان اثر کیست؟ به به. 1 ویکتور هوگو، گزینه 2 گابریل گارسیا مارکز، گزینه 3 جورج اورول، گزینه 4 ارنست همینگوی. بسیار سوال ساده است. اینا اگر اشتباه نکنم 1 باشه. انتخاب آخرشونه؟ گزینه 1 انتخاب آخرشونه. دوستان حضار در سالن اجازه بدین که جواب سوال ما بدین. به افتخارتون یک دستی بزنید. اگر این سوال پاسخ بدین 5,000,000 تومان تقدیمتون میکنیم، اگه ندین بدون دریافت مبلغی ما به شما خداحافظی میکنیم. چیکار باید بکنیم؟ ادامه میدیم. بفرمایید. سوال بعد. سازمان جاسوسی شوروی سابق چه نام دارد؟ گزینه 1 موساد، گزینه 2 کاگبه، گزینه 3 سیا، گزینه 4 MI6. خیلی جوابش مشهوره. یک و سه که نیست. یک و سه نیست. خب دیگه پس سریع راحت تر شد انتخاب کنید. دو انتخاب آخرتونه؟ انتخاب آخرشون گزینه 2ه. گزینه 2 گزینه درست ما بود. تا به این لحظه مبلغ 5,000,000 تومان بردین. خیلی تبریک میگم. اگه پولو ببرین چی کار میخواییم باش بکنیم؟ من همه زندگیم دخترمه. هر کاری که اون بخواد خوشحال بشه همونو میکنم. بردین ها تا به این لحظه. تا به این لحظه شما 5,000,000 تومان بردین. اگه سوال بعد رو پاسخ بدین 3 تا گزینه کمکی دارین، با من 4 تا 10,000,000 بردین. خوشحال باشین. انرژی همه دوستان تو سالن مثبته. بفرمایید. سوال 10,000,000 تومان چه کاشون آماده کنید؟ بفرمایید. روح الامین لقب کیست؟ 1 اسرائیل، گزینه 2 اسرافیل، گزینه 3 میکائیل، گزینه 4 جبرئیل. خیلی آسونه این سوال. 1 اسرائیل، 2 اسرافیل، 3 میکائیل، 4 جبرئیل. میشه از حضار کمک بگیرن؟ بله حتما میتونید. میخوان از حضار داخل سالن کمک بگیرن. لطفاً صفحه کلیدی که جلوتونه گزینه مورد نظرتون رو انتخاب کنید. تایمتون شروع شد. بفرمایید. خب Thank you.
فرصتتون رو به اتمامه. خب ببینیم که داخل سالن 1.15%، 2.1%، 3.1%، 4.83%. اعتماد میکنید؟ بفرمایید. شما برنده جایزه 10,000 تومانی ما هستید. خب به نقطه امن اول مسابقه رسیدیم. 10,000,000 تومان جایزه ایه که شما دیگه دست خالی از این مسابقه بیرون نخواهید رفت. سرکار خانم بهتون تبریک میگم. نیکی عزیز چه احساسی دارید؟ خوشحالی؟ خب آماده این مسابقه رو ادامه بدیم. سوال 15,000,000 تومانی اتاق فرمان بفرمایید. یک زن و شوهر 7 پسر دارند و هر پسر 1 خواهر دارد. این خانواده چند نفر است؟ گزینه 1 14 نفر، گزینه 2 16 نفر، گزینه 3 10 نفر، گزینه 4 9 نفر. حواستون باشه نقطه انحرافی داره این سوال. چند تا؟ یعنی گزینه 3. به افتخارشون. تا به این لحظه 15,000,000 تومان بردین. اگر سوال بعدی رو جواب بدین 20,000,000 تقدیمتون میکنیم، اگر نه 10,000,000 رو میگیرید. رو نقطه امن اول ما هستین. اجازه بدین من چک ببینید. این چک 15,000,000 تومانی شما آماده است، یعنی من بدم حسابداری سریع امضا میشه، دریافت میکنید یا میرید سوال بعد. دو تا گزینه. سوال بعد به افتخارشون بفرمایید. سوال بعد، به کدام یک عروس کوههای ایران میگویند؟ گزینه 1 دنا، گزینه 2 سهند، گزینه 3 سبلان، گزینه 4 دماوند. دنا، سهند، سبلان، دماوند، دو تا گزینه کمکی دارین. سوال 7 از 15 است. فکر کنم 1. گزینه آخرشون گزینه 1 دنا است. جایزه 20. اگه به همتون نمیریزم خواهش میکنم راجع به بردتون توضیح بدین. ما بقیش چی بگم؟ بردتون چیکار میکنی؟ خوشحالم. خوشحال که منم خیلی خوشحالم. الان اینجا همه خوشحالیم به امید خدا. میریم سوال بعد. سوال 25,000,000 تومانی. اگر بتونید اینو پاسخ بدین مبلغ 25,000,000 تومان رو ما تقدیم شما خواهیم کرد. بفرمایید. شعر تو مو بینی و مجنون پیچش مو، تو ابرو او اشارت های ابرو، از کیست؟ از کیست؟ گزینه 1 سعدی، گزینه 2 وحشی بافقی، گزینه 3 حافظ، گزینه 4 بیدل دهلوی. دو تا گزینه دارید، میتونید که تماس تلفن من باشم. تماس تلفن آماده این برای آخه خمسه. زوده زوده. خب گزینه 1 انتخاب میکنید؟ یعنی نه نه یه لحظه فرصتتون تموم شده. 2 رو انتخاب میکنم. انتخاب آخرتون گزینه 2ه؟ بله. بفرمایید. شما برنده جایزه 20,000,000 تومان.
آماده ایم که مبلغ 30 میلیون تومانی رو با شما تقسیم کنیم. آیا حاضرین به سوال بعدی ما پاسخ بدین یا همینجا با ما خداحافظی میکنین و مبلغ 10 میلیون تومان رو ما تقدیمتون خواهیم کرد؟ دوتا کمک دارم. متوجه فرمایشتون نشدم. دوتا کمک دارم. دوتا کمک داریم. بله ادامه میدیم. منم بودم جاتون ادامه میدادیم. میریم سراغ من هم جای شما بودم ادامه میدادم. میریم سراغ سوال 30 میلیون تومانی. بفرمایید. پوچگرایی تعریف کدام مکتب است؟ گزینه 1 لیبرالیست، گزینه 2 نیهیلیست، گزینه 3 اومانیست، گزینه 4 کمونیست. خیلی سوال ساده است. من جاتون باشم اگر بلد نیستید از حضار در سالن کمک بگیرم، چون مطمئنم که خیلی ها جواب کمک رو استفاده کردم. استفاده کردم. تماس تلفنی داریم، 50-50 هم داریم. من رو نگاه کنم. من تماس تلفنی. تماس تلفنی. با کی باید تماس بگیریم؟ برادرم. برادرتون اسمشون چیه؟ نیما. نیمای عزیز رو بیارین رو خط. الو. نیما جان سلام، من رضا گلزار هستم از مسابقه برنده باش. آماده باشین تا به سوال عزیزمون پاسخ بدین. حاضرین لحظه که ارتباط برقرار میشه 30 ثانیه فرصت دارین جواب سوال ما رو بدین. حاضرم. بفرمایید. نیما جون، پوچگرایی تعریف کدام مکتب است؟ لیبرالیزم، نهیلیزم، اومانیزم، کمونیزم؟ یه بار دیگه بخون. لیبرالیزم، نهیلیزم، اومانیزم، کمونیسم، پوچگرایی. 4 ثانیه وقت داری. 3-2-1 بجنبید نیما جان. نهیلیزم. انتخاب آخرتونه؟ بله. بفرمایید. تبریک میگم بهتون، شما 30 میلیون تومان دیگه بردید. اگر سوال بعدی رو جواب بدید 35 میلیون بردین، اگر نه من الان اینو تقدیمتون میکنم، میرید اگه بخواین میتونین برین چکتون رو بگیرین. جواب ندین با 10 میلیون میگین خونه. یک گزینه کمکی دیگر داریم، گزینه 50-50 ما هست. ادامه میدین؟ بله. سوال بعد. کدام حیوان تصویر را خاکستری می‌بیند؟ 1 روباه، 2 گرگ، 3 راسو، گزینه 4 سوسک. اینو بلد قشنگ کامل. روباه. گزینه 1 روباه رو انتخاب کردیم. جواب آخرتونه؟ بله. بله ببینیم. تسلیم. شما برنده 35 میلیون تومان. تا به این لحظه 35 میلیون تومان بردین. به نقطه امن دوم برنامه رسیدین. احساستون رو بگین لطفا. خیلی خوشحالم، خیلی ازتون ممنونم که این فرصت رو دادین به من و همه دوستایی که اومدن اینجا. بله دست خواهشون دست بزنید. این فرصت رو خودتون ایجاد کردین با معلومات عمومی بی نظیری که دارین. بهتون تبریک میگم، تا الان 35 میلیون بردین. آماده باشین که میریم برای جایزه 200 میلیون. سوال بعد، سوال 40 میلیونی ما. ایران با کدام کشور مرز آبی ندارد؟ گزینه 1 عربستان، 2 قطر، گزینه 3 یمن، 4
بحرین. از کمکم استفاده میکنم. خیلی جذاب میشه. من براتون 50-50 میکنم گزینه ها رو. دو تا گزینه غلط رو حذف کنید لطفا. خیلی ساده است. یکم دقت کنید میبینید که ما با کدام کشور مرز آبی نداریم. بین این دو تا، بین یمن و بحرین با کدوم یکی مرز آبی نداریم به نظرتون؟ توکل به خدا. سه. گزینه سه رو انتخاب کرد. شما مبلغ 40 میلیون تومان را به دست آوردید. اگر پاسخ بدین مبلغ 60 میلیون تومان من تقدیمتون میکنم، اگر نه اینجا باهاتون خدافظی کنم. 40 میلیون تومان هم آماده، چکش نوشته شده. الان به من گفتن چک 40 میلیونی رو نوشتن. دوست دارین با 35 خدافظی کنید یا میرید ریسک 60 میلیونی؟ میرم. به افتخارشون میرم. سوال بعد. دیوان محاسبات زیر مجموعه کدام قوه است؟ یک، قوه قضاییه، گزینه دو، مقننه، گزینه سه، مجریه، گزینه چهار، شورای نگهبان. خیلی ریسک بالایی رو نکردیم، یعنی تا به این لحظه 40 میلیون تومن برده بودید، برمیگردید رو 35 میلیون. اگر پاسخ بدین میتونید 60 میلیون ببرید. در هر حال چاره ای جز پاسخ دادن ندارین. میریم میبینیم کدوم گزینه. نه اجازه بدین. بین قوه قضاییه، مقننه، مجریه یکی رو انتخاب کنید. فرصت نداریم خانم، ببخشید. دو. گزینه دو انتخاب آخرشون بفرمایید. شما 60 میلیون تومان تا به این لحظه بردید. این هم به خاطر نیکی عزیز. مرسی. میریم سوال بعد. یه سرم دقت کنید. سوال 80 میلیونی رو با هم میگیم. الان اینو جواب ندم. اینو جواب ندید برمیگردید رو 35. میتونید مثل اون عزیزمون که خدافظی کرد خدافظی کنید. مبلغ 60 میلیون تومان چکش آماده است، نقد تقدیم شما میشه. من باشم دیگه ریسکش رو بر نمیدارم. ببخشید. میگم چون من به خاطر نیکی بود که خانم، به خاطر نیکی شست. به خاطر نیکی دیگه ادامه نمیدم. مبارکتون باشه خانم. 60 میلیون تومان جایزه نفر چهارم مسابقه اپلیکیشن برنده باشه. مبارکشون باشه. به افتخارشون دست بزنید. در خدمت شما هستم. خیلی ممنون. برنامه اول تموم شد. خیلی ممنون. شبتون خوش. مرسی.